دوستان عزیز با آقای جهانگیر شادانلو هستیم که به نام جهان شادانلو هم میتونید تو فیسبوک ببینیشون. خیلی خوشحالم که امروز تصویر هم دارین و جمعه ها مثل که ترافیک پاریس شما رو یاد ترافیک ایران میندازه و میخواد خیلی احساس غربت نکنید. آقای شادانلو با شما هستیم، سلام میکنم، خوش آمد میگم و بعدم میخوام ازتون یه سوال بکنم. چرا ایرانی ها فکر میکنن فرانسوی ها با ما خیلی نزدیک هستن از لحاظ فرهنگ و اینها؟ شما که سالهای سال هست اونجا بودید و هستید، بفرمایید آقای شادانلو. ولی برنامه امروز راجع به کنفرانس استانبول هست که دوستان 5 روز فیلمشو نشون دادم و راجع به شخصی به نام پیمان عارف که میکروفون در اختیار آقای شادانلو. بفرمایید. با سلام خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون برنامه. اول من یک تبریک و یک تسلیت به مردم عزیز و شریف ایران میگم. تبریکش به خاطر پیروزی فوتبال ایران بر ازبکستان و رفتن به جام جهانی برای دوباره متوالی و افتخار بزرگی بود. خوشحالم که هموطنان من خوشحال شدن امروز و الان در حال شادی کردن هستن به خاطر این گل و تصدیت به خاطر ترورهای کور داعش، داعشی های خارج و داعشی های داخل و کسانی که این فاجعه رو به وجود آوردن. هنوز به طور کامل مشخص نیست واقعا که چه کسی و چه کسانی دست داشتن. درست 5 تا ایرانی کشته شدن از خانشون دادن و از دوستانی های کرد بودن، ولی هیچ مدارکی موثقی نیستش که چرا این عمل انجام شده. در مجلسی که حتی یکی از شاهدان که مجروح شده بوده از مجروحان در تا یک خودکار رو نمیذارن ببرین، چطور این از انسان در این همه مهمات از سر وارد بشن که اینا همش خودش مسئله است. و مثل رژیم شاه که هر کاری میکرد اتفاق رو میفتاد که مردم رژیم رو نمیخواستن، گفتن کار رژیمه. اینجا مردم هر اتفاق بدی که میفته میگن کار رژیمه و نمیتونه البته بی تاثیر باشه، یعنی که دست نداشته باشن. احتمالا داعش داخل و داعش خارج و ادهی هم گفتن مجاهدین هم همکاری داشتن، ولی خب هنوز سندی به اون صورت در دست نیست و متاسفیم که آقای رهبر بی‌لیاقت ایران میاد و کشته شدن 17 نفر زخمی شدن 40-50 نفر را یک طرف بازی میکنه به جای اینکه بیاد هم عذرخواهی بکنه از این اتفاقی که در مملکت افتاده است، همه چی دست ایشون هست و هم تصدیت بگه به خانواده های داغدار عزیزان. این صحبت سخیف انجام میده رهبر بی‌دستیت واقعا و امیدوارم که از این اتفاقات برای مردم ما دیگه نیفته و این آخرین باشه تا ثبوت این رژیم انشاءالله. خب جان، میریم سراغ این مطلب کنفرانس ترکیه. چرا من میخواستم راجع به این صحبت کنم؟ به دلیل این که مطالبی که پخش شد چند روز قبل از این کنفرانس و بعد از کنفرانس، البته تمام اینا تعداد زیادش توسط همین شخصی که شما گفتید آقای پیمان عارف که خودشو ملی و مخالف رژیم نشون میده توسط ایشون پخش شده. ایشون تقریبا یک ماه قبل از این کنفرانس با من تماس گرفتن و گفتن این کنفرانس رو شما نیایید. گفتم چرا؟ گفتن که چون این مربوط به نیت ترکیه، یعنی وزارت اطلاعات ترکیه. گفتم خب شما یه دلیل مدرکی بدید که باشه، اگه همچیزی باشه تو مسلما نخواهم. بذارید اینکه با خیلی دیگر تماس گرفته بوده و این البته سومین جلسه بوده که این انجمن نگام یا دوستانی با نام نگام در ترکیه فعالیت می کنن. سومین
برنامه بوده، اولین برنامه را خود آقای آرش شرکت داشته در اونجا و بعد از اون برنامه اختلاف پیدا میکنن و آقای زم هم در زم بوده، آقای روح الله زم و اینها با هم بودن. البته آقای عارف وقتی که به ترکیه میاد ایشون دنبال آقای شمس بوده، شمس که مسئول همین مجموعه نظام هستن دنبال ایشون میگرده، سراغشون میگیره و بالاخره پیدا میکنه و با ایشون دوست میشه. و اینطوری که دوستان میگفتن، متاسفانه یک سری از این دوستان نخواستن اسمشون گفته بشه و به خیلی اطلاعات در این مدت دارن دادن و اینها میگن آقای پیمان عارف پول زیادی از آقای شمس طلب کرده بوده که به خاطر همکاری یا آقای شمس همشون نداشته به ایشون جواب منفی داده و از اون تاریخ ایشون میشه دشمن آقای شمس و اعلام میکنه که آقای شمس با اطلاعات ترکیه کار میکنه و دیگه جلساتی که میخواستم بذارن چند نفر رو باشون صحبت میکنه که آمدنشون رو منتقی میکنن در جلسه دوم و در جلسه سوم باز با چند نفر تماس بکنم از جمله من. من با ایشون صحبت کردم چندین بار و گفتم خب اگر یعنی روزای آخر بود، گفتم خب چیزی من ندیدم که ایشون ترکیه پولی هزینه برای این مسئله پرداخت کنه و دلیلی هم نمیبینم که ترکیه اطلاعات ترکیه بیاد به سری ایرانی که مخالف رژیم هستن به اینا پول بده یا براشون جلسه ای بذاره. من قبل از اینکه برم دو روز قبل از این که با اونجا برم با آقای عارف تماس گرفتم و گفتم که خب اگر اینطوری هست و شما مطمئن هستی از صحبت هایی که میکنید بیایید استانبول، منم میام اونجا، آقای شمس هم هست، بشینیم با هم و صحبت شما بکنیم مطلب حلش بکنیم. گفت باشه اگر بتونم حتما میام و بله چرا میتونم. خلاصه چندین بار که صحبت کرد تا حالا رفتن این مسئله من تقریبا برام مشخص شده که ایشون میاد در استانبول در آنکارا. بعد اونجا که رسیدم تماس گرفتم و متاسفانه باز گفتم نمیتونم بیام، شما بیایید اینجا. گفتم که شما یعنی من، گفتم شما خود تنها بیایید اینجا منزل من. گفتم نه، من میخواستم برای این مسئله این مشخص بشه، حالا انشاءالله میام دفعه بعد میام، ولی الان این مسئله ما فردا جلسه است رو باید باشیم نمیشه رو خلاصه نرفتم و ایشون هم تمام. فردایی که جلسه برگزار شد ایشون یک شخصی رو فرستاده بود اونجا. آقای شادم ببخشید، قبلش به ما بگید چجوری شما رو دعوت کردن؟ آشنای شما با آقای شمس یا با اون آقای کی گفتید روح الله زن این چجوری بوده؟ اصلا ببین وقتی که دعوت میکنن الان تو آمریکا رسمه، میگن به چه مناسبت، کجا، کی، چه خبر، اینو بگید که بعد به من بگید آقای عارف از کجا فهمید که شما دعوت شدید باهاتون تماس گیره. بله بله درسته. بعد آقای شمس خب چون من بالاخره سالات از اول انقلاب تا الان دوست داشتم با آقای بنیستر و افتخار اینو دارم که با ایشون باشم، خیلی ها میشناختن من و دوستی داشتیم به یه خبرنگاری که در ترکیه بود، ایشون مدت ها با من در تماس بود، بعد گفت ما باید یک کاری حتما انجام بدیم مخصوصا نزدیک ایران و از این حالت این اپوزیسیون رو در بیاریم به شیوه اپوزیسیون فعالی که مردم در داخل هم ببینن دوستانی واقعا هستن که مملکتشون رو واقعا ایشون دوست دارن و دنبال خارجی نیستن، دنبال خیانت نیستن، 30 سال هست دارن فعالیت میکنن، 35 سال کوشش میکنن برای آزادی وطن و مردمشون و اینها رو بشناسن. تو با یک سری از این دوستانی که حالا اسمشون رو سرد میذارن یا اصلاح طلب که من البته با این لغت اصلاح طلب اینا با این صورتی که الان متاسفانه در داخل هستن اصلا دوست ندارم و از نظر فکری با هم میتونیم، ولی بالاخره یه عده از اینا واقعا مخالف آقای خامنه‌ای ولایت صغیر
اینا چرا میشه کار کرد. و تا اونجایی که شد ما تماس داشتیم با آقای شمس خیلی قبل از این، یعنی حتی قبل از اون اولی داریم. آقای شمس اسم کوچکشون چیه؟ آقا یادم یاد بکنید سازمانی چیزی دارن یه جایی مثلا کسایی بله 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 سایت نگام رو دارن. آه نگام اوکی. در ترکیه حدود فکر کنم 15 تا 16 تا سایت و روزنامه و دفتر خبری و الان جدیدن تلویزیون هم اضافه کردن و از آدم شناخته شده ای هستیشون. قبلا آقای ایشون مدیر کل بودن در وزارت کشور زمان آقای خاتمی. آها آخه یه آقایی هم با همین اسم در آلمان و سوئد و اینجاها رفته بود و رستوران و اینا میخواست بخره که دوتا از ایرانی ها هم که یکیش برای وزارت اطلاعات هم قبلا کار میکرده یا ادعا میکنه گویا رفته بودن و میخواستن رستوران ها و هتل های بزرگی بخرن. این گفتم شاید همون شخص باشه ولی اینجوری که شما میگید به نظر نمیاد. اونم فامیلیش یا اسمش شمس بوده و بعضی وقتا این دوستان اسمی که دارن اسم اصلیشون نیست ولی اینجوری که شما میگید میشناسید ایشونو و ایشون مسئول وبسایت و چیز نگام و حالا ببینیم اسمشون هم بعدم پیدا بفهم. اسمشون هست سید احمد شم، دکتر سید احمد شم. بسیار عالی ممنونم. خواهش میکنم. نه ایشون از ترکیه بیرون نیومدن، البته یه ویزای امریکا بهشون داده بودن چون پناهنده شدن در ترکیه ولی نرفتن و موندن در ترکیه. حالا دلیلش اینا رو من نمیدونم و فعلا اونجا هستن. اینطوری که گفتن یه بار البته به من به خاطر خانوادهشون چند تا فرزند دارن در ایران و نزدیکی اونجا باشن که اونا هم بتونن بیان ببینن، خودشون نمیتونن ایران برن در اونجا هستن و با من چند بار ایشون تماس داشتن صحبت کردن روی اسکای تلفنی و تا بعد به من گفتن که یه همچین جلسه یه. البته اینم حالا بگم چون بعد ممکنه بگم چرا نگفتیم، قرار بود یه جلسه هم باشه که آقای بنی صدر هم در اونجا صحبت کنن شرکت کنن در ترکیه ولی خب به دلایل زیادی که مخصوصا دلایل امنیتیش که در اونجا خب میدونی مامورای رژیم بسیار زیاد هستن و امکانش نشد آقای بنی صدر تشریف ببرن در جلسه. و بعد به من گفتن که ما اگر شما رو دعوت کنیم میایید که بنده گفتم بله اشکالی هم برم بیام شما رو از دوست ببینم بشناسم و اگر بشه کاری کرد که چرا نه. بعد خب ایشون هم وقتی بفرد من صحبتی ندارم دارم گوش میدم. خواهش من بله. بعد که خب در ایران هم پرسیدم آدم شناخته شده بودیشون در مشهد بوده شغلای مختلفی داشته ولی هواداران آقای رفسنجانی و موسوی اینا هستن و خب در این زمینش هیچ چیز مشترکی با هم نداریم. تو من اصلاح طلبارم از جنس خود رژیم میدونم و شماداران سال شد خیلی جوونه. نه خیلی جوونه و طرفدار آقای میرحسین موسوی. همین که شما میگید اصلاح طلب به خاطر این میگید دیگه نه؟ بله بله بس هم دلیلشون طرفدار آقای خاتمی و موسوی اینها هستن که خب بنده تو اونجا هم صحبت کردم به همین دلیل اونجا یه مقدار متاسفانه از اون صحبت منو اولش قطع کردن و چون ایشون آمده بودن صحبت کردن که ما همه اصلاح طلبیم و برانداز نیستیم و این جلسات رو میذاریم که بنده اومدم تو تمام اونایی که دعوت کرده بودن بنده گفتن که بنده نه سبزم و نه سرخم و نه اصلاح طلبم و برانداز هستم بنده در مقابل این بشه. حالا اونو برداشتن از اون سرده حالا اون مسئله در صورت بعد من رو که دعوت کردن به این دلیل من رفتم اونجا که هم گفتن این دوستان رو بشناسم از نزدیک و هم ببینم میشه کار کرد در زمینه که چون اینا با ایران بیشتر در تماس بودن و ما تمام سعیمون این هست که ارتباط داخل و خارج اپوزیسیون واقعیه که باید در ایران و بیرون از رژیم تشکیل بشه به این دلیل من رفتم در اونجا و این دوستان رو دیدم به طبیع سلام از ایران آمده در جای دیگه با حماسات غیر از اون کنفرانس بعدش جلسه داشتیم و خیلی از دوستانی که ایران آمده بودن دیدیم و خیلی خوب بود و البته اون دوستان هم بیشترشون گفتن ما اصلاح طلب و یا الان اصلا راه دیگه نیستش و کار دیگه نمی
میشن انجام داد باید یه طوری تقریبا مثلا به اینها وابسته باشیم که خیلی سرکوب نکنه بشید یا آقای رفسنجانی یا قاسمی یا آقای مرتضی و بقیه اینها رو درست هم نمیدونستنش اینها و این ظاهر قضیه هم که میشه با پشت اینها قایم شدن تا انشالله وضعیت عوض میشه. بعد که آقای عارف نیومدن جلسه برگزار شد. در جلسه موقعی که استراحت داده شد مردم آمدن بیرون یه چیزی بخورن تا قسمت دوم اجرا بشه. این شخصی که آقای عارف فرستاده بود اونجا از تو سالن خالی عکس گرفته بود با مثلا 7-8 نفر که صندلی نشسته بودن. بعد اینو فرستاده بود برای آقای عارف. آقای عارف هم فوراً اینو برای من فرستاد اونجا که ببینید آقای سالن ما میگم هیچ کسی استقبال نکرده، مردم نیومدن و یک هزینه 30,000 دلاری این آقا کرده برای هیچی. من خیلی ناراحت شدم نتیجه‌ام براش نوشتم که آقا این چه کاری شما کردی و این چی که عکس برای شما فرستاده. لطف کنید به ایشون بگی وقتی که مردم برگشتن تو سالن جای نشستن نبود واقعا و به ایشون بگید یه عکس هم اینطوری بگیرم و اگر شما درست میگی اون عکس هم پخش کن. خب این کارو نکردم. بعد من با اونجا با یه عده صحبت کردم گفتم یه همچه اتفاقی افتاده، عکسش رو دادم گفتم ما میدونیم چی این کارو کرده از زاویه که گرفته شد به راحت پیدا شد اون شخص چیه. اون شخص رو شناساییش کردیم. بعد که آمدن تو مردم از اون خواستیم که بلند شد بیا اینجا، یعنی اون کسی که داره مسئول این کار بود ازش خواست بیا اینجا و توضیح بده چرا این عکس رو گرفته و فرستاده. که از اون برم آقای عارف یک مطالبی برداشت نوشت که خبرنگار رو دستگیر کردن و یه خبرنگار اونجا میخواسته افیم بفرسته زدنش رو. خیلی شلوغ کار بود. بسیار بسیار آدم دروی هست ایشون و دروغ بسیار فراوان میگه. حالا من توی گفته ها میگم و در این مدتی که یک سال و دو سال هست سنده داشتون در تماسم بسیار دروغ گفتم. بعد خب اون جلسه برگزار شد. باز ایشون اعتقادش رو با من داشتن آقای شمس آقای عارف و بعد از توصیه که ما برگشتیم خب یه دلی از دوستان گفتن که بگید که چی شد این صحبت هایی که آقای عارف میکنه این درست هست یا نه. من واقعا نمیخواستم وارد این مطالب بشم تا اینکه انقدر این آقای عارف هی مطالب برای من میفرستن که شما یک جوری باید اعلام کنید که آقای دکتر شمس مأمور وزارت ترکیه اطلاعات ترکیه. بهش نوشتم آقای عارف من همچین چیزی نمیتونم بگم، من چیزی ندیدم از ایشون. اون برنامه که اجرا شده برنامه‌ای نبوده، هزینه ای به اون صورت نبوده، اصلا من با هزینه خودم رفتم. ولی دوستانی که آمدن حالا یه چند تا بلیط بوده دادن به هتل بوده، اینها چیزی نیست که بخواد دولت ترکیه پرداخت کنه. خود آقای شمس بودن برایشون خوب هست و احتیاجی نیست. بسیار اصرارشون که نه، حالا انواع مطالبی که فرستادن چیزایی که راجع بهشون گفتن تا من گفتم یه خود تحقیق کنم راجع به خود آقای عارف ببینم که ایشون چرا اصرار داره و خود ایشون کی هستن. که بعد خب دوستان دیگه ای با من تماس گرفتن از جاهای مختلف، از اروپا، از امریکا، از ایران در مورد آقای عارف. حالا چرا این عده خودشون این مطالب رو نمیگن؟ یه دشان عارف دوست هستن با ایشون، هنوزم دوست هستن. ولی خب اطلاعاتی دادن به من که من اینجا تقریبا یک سریش رو به صورت سوال میگم و ایشون حالا میتونن پاسخ بدن که در با همون فیسبوک یا اینکه در باجای مصاحبه کنه. البته خب قبلا ایشون رو به عنوان کارشناس بی‌بی‌سی میبردم که اونم سفارش شده بود که ایشون رو میبردم اونجا که دیگه هیچ خبری از ایشون نمیبرمشون اونجا جایی دیگه من ندیدم. ولی باز امکانات دارن ایشون که بیان مصاحبه کنن بگن حالا یا نمیدن از طریق تلویزیون شما و از پاسخ این سوال ها رو بدن. این سوال هایی هست که من مطرح میکنم دونه دونه و ایشون باید پاسخ بده. اگر میگه یک مخالف رژیم هست یا ملی هست در لحظه ملی دیدنش آقای سوزن من به جبه ملی هستم که آقای عبید نامه دادن و تکیف کردن اونو. بله این عکس آقای دکتر مصدق رو هم گذاشتن روی فیسبوکشون و من هم عکس ایشون رو نشون دادم هم اون فیسبوک آقای دکتر احمد شمس. بله
متاسفانه میدونی که مجاهدین هم از عکس مصدق دکتر مصدق استفاده میکنن، آقای روحانی هم این بار از دکتر مصدق استفاده کردن از عکس ایشون، و خب هر کسی میتونه این کارو بکنه و متاسفانه ظاهر قضیه این طور است، ولی باطن فکر میکنم برای دوستان امروز مشخص بشه که ایشون چی هستن و چی کاره هستن. بعد یک بعد از مدتی حالا جد و بعد هر روز با من تماس داشتن تا این مسئله پرکیه پیش آمد و یک دو تا نوار ویدیویی که از آقای دکتر شمس و خانمشون در خونه شخصی خودشون فارس نیوز که متعلق به سپاه پاسداران هم پخش کردن. ولی جالب اینجاست که قبل از این که فارس نیوز این دو تا نوار رو پخش کنه، آقای عارف این نوارا رو برای من فرستاد. این یکی از اشتباه های بزرگی بود که کردشون و فکر کنم تا همین الان تا هم دارم صحبت کنم فکر میکنم ایشون هم همین برنامه رو ببینه، چون بهش گفته بودم من این کار رو باهم کرد. این اشتباهش بود که این کار رو کرد. ساعتی که برای بنده ایشون این فیلم فرستاد و گفت ببین آقای شمس مصاحبه کرده و راجع به آقای زن گفته و یه چیزهای دیگه، گفتم این فیلم شما از کجا بوده؟ گفت پخش همه جا بوده. گفتم که داره من هیچ کجا ندیدم. تقریبا دو ساعت بعدش برای اولین بار فارس نیوز بوده، جایی که متعلق بسازی که متعلق به سپاه پاسداران. فکر کنم خب همین مقاله‌ای که ترمینولوژی اجساد و سایه ها روح الله زم اینه فکر کنم میگید نه؟ فکر بکنم الان دقیقا یادم نیست، ولی فیلمش روی یوتیوب هست را میستم براتون دارم. اگه شما لطف کنید بعدا لینکش رو زیر برنامه خودتون رو فیسبوک بذارید خیلی راحت تر میشه. بله این کارو من میکنم. بفهم. بعد چند روز بعدش باز یک فیلم دیگه گذاشتن، بازم هم در فارس نیست. خب من این چی بهشون نگفتم و اینا رو نگه داشتم. بعد خیلی باز با هم صحبت کردیم، جلوت کردیم، به نتیجه نرسیدیشون که بنده رو قانع بکنه که بیام راجع به آقای شمس صحبت کنم. اونم فقط به این دلیلی که من شناخت کافی ازشون نداشتم، شناختی که تحقیقی کرده بودم چیزی ندیدم ازشون، در اون روزه چند روزم که اونجا بودم چیزی خلافی ازشون ندیدم، محبتی کردم. و بعدم خود این مطالبه ایشون که فقط آقای عارف بیاد بگه که ایشون مأمور هست که این دلیل نمیشه. بعدم ازشون وقتی خواستم که خب شما یه چند نفر رو معرفی کنید یا کسانی که میدارن نگو، خیلی هم میدونن در ترکیه، و هر کسی که ایشون گفت من تحقیق کردم جمعی دوستای نزدیک آقای عارف هستم، و دو سه نفر رو من بهشون پیشنهاد کردم، گفتم این آقایون رو میشناسی؟ میشناسم از اینا بپرسم؟ گفت نه اینا فکر نمی‌کنم بدونم. اونا که سعی کردن که دوام میدونستن به منم خبر دادن و میگفتن آقای عارف به خاطر اختلافی که با ایشون پیدا کرده این کارو میکنه و این کار ایشون هست. یعنی با هر کسی که اختلاف پیدا کنه میگه که این مأمور وزارت اطلاعات، این مجاهدین که اینا میگن که مأمور وزارت اطلاعات هر کی مخالف مجاهدین صحبت کنه، یا جمهوری اسلامی که هر کی حرف بزنه میگن یا منافق او یا امریکایی هست و با اینا در تماسه. درست یک نقش رو اینها بازی میکنن. تا شد اون مطلب دستگیری ایشون، نمیدونم حتما خیلی از این دوستان دیدن یا بله، من میخواستم بگم اتفاقا ایشون یه وقتی دو بار ایشون خبرساز شد، یکی در ایران و آزادیش از زندان، و یکی دیگه این موقعی که فیلم برداری کرده بودن خودشون و همسرشون، و اونم خیلی جالبه که پلیس ترکیه یا حالا هر کی پشت در بوده، و اینا اون موقع میگفت که به اصطلاح سفارت یا کنسولگری نمیدونم تو ترکیه ایران سفارت داره یا کنسولگری داره، میگه با اونا تماس بگیر، اونا مجبورن ما رو حفاظت کنن. در اصل نمیدونم وقتی کسی پناهنده یک کشور دیگه میشه میگه من فرار کردم، هنوزم اون کشور مسئوله که اینها رو حفاظت کنه. دوستان این ویدیوها روی یوتیوب هست، فکر کنم آقای فضائل عزیزانم در باره این یه بار صحبت کرده. بفرمایید. بله، سفارت باید پشتیبانی بکنه از کسانی که خب هنوز با رژیم کار میکنن. ایشون نگفته. بله، به همین دلیل از سفارت کمک میخوان و از سفیر کمک میخوان، و
و اونجا خب یه گافی کردن خانومشون که گفتن با سفارت تماس میگیرن و ایشون گفتن نه با سفیر، و اون شخصی که ایشون اصلا تو تلفن داشته باهاش صحبت میکرده و آخرم اون شخص به ایشون میگه که آقا در رو باز کن بذار اینها بیان ما با اینها صحبت کردیم، ایشون هم از سفارت با ایشون داشته صحبت میکرده و ایشون در رو باز میکنه و اون شخص هم میان ایشون رو میرنشون در زندان در جاشگاه. در اونجا خب چند روز ایشون رو نگه داشتن و بعد یک دفعه ایشون از لبنان با من تماس گرفتن، یک عکسی هم از یک اتاق که شیشه شکسته بود، یه اتاق خیلی کوچیک جایی که نشسته بود عکس رو برای من فرستاد و گفت آقا من دیروز بیرون کردن. یه چیز هم قبلش بگم که از ما خواستن که از آقای دانشتر بخواهم یه نامه بدن به دولت ترکیه برای اینکه ایشون رو بازداشت کرد. ما اینجا این طرف را یه موقع تحقیق کردیم، چون گفتن اول به جرم جاسوسی ایشون رو دستگیر کردن، بعد گفتن ایشون گفتن کار آقای شمس و ایشون اطلاع دادن آمدن گرفتن. خیلی اون مدت صحبت های زیادی بود و خب آقای بنیسرد هم یه نامه دادن، نه به خاطر این که ایشون حالا جاسوس هست یا نیست یا چی کار بکنه، فقط به این که ایشون یه ایرانی هست اونجا دستگیر شده و رسیدگی بشه به کارش در بودن که بی خودی زندانی نشه و اگر کاری نکرده مثلا مجازات نشه، در این حد، نه اینکه بخوان تأیید بکنن ایشون رو نامه داده باشه. بعد ایشون رفتن لبنان، از لبنان با من تماس گرفتن و اون عکس رو فرستادن و گفت آره من دیشب رسیدن اینجا و اصلا پولم نداشتم و خیلی مشکلات داشتم و آمدم اینجا و الان اینجا هستم و خیلی هم حالا خوب نیست و حالا بازون تماس میگیرم. چند بار تماس گرفتن و دو چهار روز بعدش دوباره گفتن خب حالا یه آقای از این اصلاح طلب هاست آمده منو برده خونه شو، الان اونجا هستم و راحت هستم و بعد از خانمشون پرسیدم گفت بله اون بدن توسیان و ایشون هم میان. گفتم خب آقا چی بود جریان دستگیری شما؟ گفتش که آقا من به اردوان پشت دادم، من توهین کردم و به خاطر این منو گرفتن. گفتم آقا قبلا گفتیم که کار آقای شمس بوده. گفت بله ایشون هم دخیل بودن در این کار و اینها و منو بیرون کردن. گفتم خب به خاطر توهین که یه نفر میاد از کشور بیرون کنم، اونم که شما پناهنده هستی، چرا اعتراض نمی کنی؟ الان که اینجا شما می کنی با ویزیتی با هر کسی می خواهی تماس بگیری و اعتراض کنی به سازمان ملل به اداره پناهندگی ترکیه و بگی من رو فرستادن در اینجا، و چرا به اونجا شما رفتی؟ جایی که دست حزب‌الله و بیشتر امنیتش هم دست جمهوری اسلامی و اونجا آدم دارن. یک کمی شک کردم تو این مسئله. بعد وقتی پرسیدیم اطلاعات گرفتیم به ایشون دو تا شهر کشور رو پیشنهاد میدم، میگن شما اجازه باید برید. حالا دلیل رفتنشون هم این بوده که ایشون در سفارت جمهوری اسلامی زمانی که سفیر سال 96 یا 94 94 حالا این جزو سوال هست یاد کسی خوده، سفیر وقتی میخواد سعودی بشه و از ترکیه برگرده بره، ایشون جزو مهمونایی بوده که در سفارت بوده. عکس ایشون رو میدن به پلیس ترکیه و بهشون هم میگن اینجا ایشون با این کانتورسیستا و یک سری آدم ها همکاری داره و کسانی رو که اینجا میان پناهنده میشن ایشون ازشون پول میگیره و یک سری اطلاعات کارهایی که میکرده رو میدن به پلیس. اون ایرانیایی که اونجا هستن که من واقعا هنوز هم نمیدونم چی ها میکاری کردن و پلیسشون رو دستگیر میکنه و بیرون خب ایشون حاضر نشد با هیچ تلویزیون مصاحبه کنه، هیچ دادخواستی بخواد که چرا من از کشوری که آمدم و پناهنده هستم بیرون کنم. به این یک سوال بسیار بزرگه که ایشون باید پاسخ بده اگر مایل بودن، اگر نه من مسئله سوالای دیگه هم هست میگم و بعد خود مردم گذاشتم. و اینم چرا من این کارو کردم، گفتم یکی شهادتی که در اون کنفرانس بودم و دو به دلیل اینکه رژیم روحانیت در ایران 37 ساله که داره این کار رو با اپوزیسیون انجام میده، آدم های خودش رو مدت اونجا زندانی میکنه، دستگیر میکنه و اینا رو به صورت تواب میفرسته این طرف اون طرف که به اپوزیسیون ها وارد بشن و نذارن هیچ
اتفاقی بیفته و نتونن چهار نفر دور هم جمع بشن. الان وضعیتی که ایشون در ترکیه بزرگی براده درست همینه. الان هم مردم به آقای شمس مشروع شدن، هم به ایشون و تمامش کار ایشون هست و وزارت اطلاعات و سپاه. و در مورد آقای زمم من از ایشون پرسیدم، چون آقای زمم گفتم که این آمد نیوز که در اطلاعات و خبرهای این که رژیم خیلی لطمه خورده و خبرهای درست میده، ایشون رو گفتن آقای پیمان که با دولت ترکیه کار میکنه و حقوق میده. چندین بار اینم به من گفتن که گفتن ایشون $3,000 حقوق میده. گفتم آخه به چه دلیل ایشون که در فرانسه زندگی میکنه به چه دلیل از دولت ترکیه حقوق میده؟ گفت اینو آقای شمس براش درست کرده، یه حقوق برای خودش داره، یه قانونش، یه حقوق هم به ایشون. بعد خود ایشون در یک میگم دروغ هم حافظه میشه، در یک مصاحبه‌ای که کرده بود از فیسبوک قرار بود البته راجع به اتفاقات ترکیه و زندانش بگه که هیچی را به اون صحبت نکرد، گفته بود که من آقای زم روح الله زم $8,000 حقوق میگیره از دولت ترکیه. و جالبیش اینه که میگه هر ماه آخر ماه ایشون میاد ترکیه پولشو میگیره و برمیگرده. یعنی یه حرف بچگانه‌ای واقعا ایشون اصلا نه خودشو چجوری سیاسی و توی تلویزیون دیویتی میبردنش ایشون رو به عنوان تحلیلگر و مفسر واقعا من مونده بودم در این صحبت اصلا چیزهای دیگه ای که گفته. و همونطور که خود آقای زن گفته بود ایشون شخصی به آمد نیوز نداره، کسی که مسئول آمد نیوز هست ایشون هم با من تماس گرفت و تایید کرد این چیزا رو. و حالا خود اون شخص شاید بعدا بگید که مسئول این نشریه و این سال که انترنتی خودش مثلا این شخصی به این آقا بعد در این مدت خلاصه هرچی آقای پیمان اصرار به من که آقا شما این سوزی کنید ها رو بگید که من نگفتم، بعد آخرین بارم که با هم صحبت های در ترکیه دیدم، من خیلی دارم بهشون تقریبا علنی میخوام که آقا این اتفاقی که افتاده و این حرفایی که زدید یا بیا ثابت کن یا بیا تکلیف کن و شما الان در لبنان چی کار میکنید. که متاسفانه به بنده هم چند تهمت دادن و گفتن شما با نیت کار. این موضوع مال تقریبا میشه گفت یک ماه و نیم پیش یا دو ماه پیش بود و ایشون دیگه هیچ سرسوری ازش نبود تا اینکه برادران قیور سپاه ایشون رو بردنشون به یونان و که بیانش به اروپا. سه روز پیش بعد از دو ماهی که هیچ صحبت دیگه با من نکردن بعد از اینکه اون صحبت رو با من کردن بهشون گفتم باشه سب کنید من این مطالب رو همه رو تحقیق میکنم و یک چیز جامعی درست میکنم و پخش میکنم، مطمئن باشه نمیذارم اینطوری شما و امثال شما رو بهشون بفرسته بیرون و بخواد چیز بسازی بکنم. و دو روز سه روز پیش بازیشون یه دفعه یک مطلبی در تلگرام برای من فرستادن که برای آقای احمد شرق که ایشون مأمور وزارت اطلاعات هستن. خیلی جالب بود و برایشون نوشتن که ایشون که تا چند وقت پیش مأمور اطلاعات ترکیه بودن چطور شد که یک دفعه شدن مأمور اطلاعات ایران. گفتش که دیگه به من این خبر رو دادن. گفتم یعنی هیچ کسی دیگه نبوده این خبر رو برای شما دادن و شما پخش میکنید، مگه اطمینان داری از این؟ گفتش نه خیلی خب خبری که آدم نمیدونه که پخش نمارده کنه. بعد باز بهشون هم گفتن که خب مبارک باشه شما آمدید توی قسمت اروپا، کجا هستین ببینم اتون اینها. گفتن که نه نمیگم جامعه مخصوصا از مامورای رژیم و آقای شمس و کسانی که در اروپا هستن و مامورای در اطلاعات جامعه باید مخفی نگه دارن. گفتن بسیار. و خب یک چیزایی دیگم به من گفتن و احتمالا این صحبت ها را خواهند زد که متوجه وقتی شدن که من میخوام این مطالب رو بگم منو تحقیق کردن به این که من شما مطالبی که راجع به همسر من نوشتی به یک شخصی من اینا رو پخش میکنم. بله اجازه بدم برای دوستان توضیح بدم. دوستان اون مطلبی رو که گفتم آقای شادانلو یه چیزی به من گفتن که من نمیگم مگر اینکه خودشون به شما بگن، مسئله تهدیدی هست که آقای پیمان عارف
به ایشون کرده، یعنی یه جورایی میخواسته که چون ما قبلا هم گفته بودیم و ایشون هم اعلام کرده بوده که ایشون برنامه نذاره صحبت نکنه. من برای آقای پیمان عارف هم نوشتم چون مطمئن نبودم شما امروز هم بتونید بیاین، ولی وقتی آمدید و صحبت کردید من در حین صحبت‌های شما برای ایشون نوشتم که الان برنامه‌ای هست، در اون برنامه درباره شما صحبت شده و اگه خواستید بیا. ناگفته نماند که ایشون یه بار من براش نوشته بودم بیا مهمون برنامه ما باش و هی از این شاخه به اون شاخه پرید و فکر کنم فهمید که اینجا جای آسونی نیست که فقط بیاد حرف بزنه و تبلیغ کنه و بره. این بود که دیگه جوابی نداد. من میخواستم درباره همون ماجرای ویدیویی که توی منزلش توی ترکیه گرفته و اونی که میگفت این افراد افراد پلیس ترکیه هستن، البته من تمام ویدیو رو کامل ندیدم یا شاید اون قسمتی رو که گذاشتن هیچ وقت پلیسی هم نشون نمیده. منم میتونم یه فیلم بگیرم داداشم پشت در باشه با لگد بزنه به در، من اینجا هی به مردم بگم که آخ اومدن منو بگیرن منو بکشن داد بیداد، ولی هیچ خبری نباشه. در اصل دوستان اون چیزی که گفتم همین موضوعی هست که آقای شادانلو الان گفتن که گویا آقای پیمان عارف ایشون رو تهدید کرده که نرو و صحبت نکن. بفرمایید. بله، البته ایشون به این صورت دقیق نگفت که نرو و صحبت نکن، ولی از مطلبی که نوشتم فرستادم برای من که دارم که شما راجع به همسر من با یک نفر صحبت های خلاف عفت عمومی یا یک همچین صحبتی کردید و من اینو پخش میکنم، که متوجه شدم که ایشون به خاطر این حرف زده و من بهشون گفتم چرا تو الان ثبت کردی شما؟ خب اینو که اگه من همچین صحبتی کرده بودم خیلی زودتر اینو باید پخش میکردید و میگفتید که من چنین کاری داشتی کردم و خواهشن همین الان پخش کنید، اگه خواستی برای منم بفرستید من خودم هم پخش دارم. گفتم که نخیر من همچین کاری نمی کنم. جالبه که اولش میگه می کنم بعد میگه نخیر من همچین کاری نمی کنم، ولی من جور دیگه یا خواب دیگه برای شما دیدم و کار دیگه می کنم. گفتم بسیار خوب، انشاءالله دوشنبه پس شما تشریف بیارید و ببینید. در هر صورت این کاریشون بود تا اینجا و حالا من یک سری سوال در کردم، نمیخوام بگم ایشون چی کاره هستن، یک سری سوال در کردم ایشون پاسخ بدم به این سوال ها کارهایی که کردم و حالا گفتم میتونن روی یوتیوب روی فیسبوک ها بوده که مایه بودن یا در همین تلویزیون جان بودن. زمانی که ایشون در زندان بودن در ایران با همون موج اولی که دستگیر کردن دانشجوها رو، ایشون جزء کسانی بوده که به صورت داوطلب با خبرنگارا صحبت میکرده و میرفته اطلاع میداده و در مورد خانم حقیقتجو دروغهایی گفته بوده که خانم حقیقتجو هم فاطمه حقیقتجو یک مطلبی را بوده ایشون نوشتن که من اصلا شخص رو نمیشناسم. ایشون گفتن خانم حقیقتجو در شروعهای دانشگاه همکاری میکرده با دانشجوها که بعد ایشون تکذیب کردن. این یکی از مطالبش. ایشون در اون موردی که خانم حقیقتجو رو محکوم کردن به همکاری، ایشون یه جواب بده و اینکه توکل مورکو درست میکردن دانشجوها و تقریبا یه دیدی بر علیه دانشجوها و اصلاح طلبهایشون در زندان صحبت میکرده و همیشه اولین کسی بودی که داخترم بوده با خبرنگارا و کسانی که میان معمولین ایشون بود بره صحبت کنه. یاد اون زمان اول انقلاب میفتن که افراد رژیم شاه رو هم گرفته بودن، این عمرای ارتش متاسفانه نوبت میذاشتن برای تعظیم کردن به پاسدارا و عوامل رژیم نوپای جمهوری اسلامی که خودفروشی کنن و افراد دیگر رو بفروشن و بگن این تو زندان اینو گفته این کاری کرده که مثلا یا پاداشی بگیرن یا از زندانشون کم بشه یا این کارا متاسفانه اون رژیم میکرد. این آقا این کارا تو زندان کرده بوده. ایشون خبرنگارایی که در زندان بودن یک نامه ای میدن برای بیرون برای زمانی که نماینده کالیندوپول میامده به ایران که این نامه رو برسونن به دست اونا. آقای پیمان عارف میگه که نامه رو به من بدین من میدم، خانم من این هفته میاد منو ببینه، نامه رو میدم به ایشون که ایشون برسونه به خبرنگار رو و البته یکی از دوستان میگن که برسونه به دست خانم من، خانم من میبره اینو میدن به اون نماینده و آقای پیمان عارف پاکت رو میگیرن نامه رو و میبرن میدن به خانمشون و میرن. هرچی
بیرون تماس میگیرن که این نامه چی شد، اون خانوم به شوهرشون در زندان، شوهر اون کسی که نامه رو فرستاده بوده، میگه که خانوم تیمان عارف سه بار حالا قرار گذاشته و سر قرار نمیاد اصلا و نامه رو نمیذاشتن که بدن به نماینده سازمان ملل. و بعد از مدتی هم که نامه رو میدن، اون خانوم دیگه موقعی نبوده که نامه رو گذاشتن، اون شخص رفته بوده، نامه باز بوده و این خانوم به شوهرشون در زندان اطلاع میدن که نامه دیر رسیده و نامه رو باز کرده. و نامه بعدم دست بازجوهای زندان ایدین بوده، در مورد کسانی که در زندان ایدین میبودن برای بازجویی، اون نامه رو اونجا دیدن که برگشته در زندان و دست اوناست و اونها رو اذیت میکنه خبرنگارا به خاطر اون نامه که چرا این نامه رو فرستاده. این یک. دو، ایشون آقای مسعود نواسانی که از جز همین اصلاح طلبها و مطبوعاتی ها بوده، وقتی میاد خارج از زندان میاد بیرون و میاد خارج، ایشون یک ساکی داشته، اطلاع میدن که این خانومشون که این ساک رو باید برسونه به ایشون به ترکیه، توی این ساک یک مدارک و مسائل بوده. آقای پیمان عارف میرن و 250,000 تومان پول میگیرن که من اینو یک اتوبوس میشناسم، رانندش آشناست، اینو بدین من میدم به این بعض از دوباره ترکیه برسونه به دست آقای نواسانی. ساک رو میرن میگیرن، پولم میگیرن، ساک هیچ موقع نمیرسه به دست آقای نواسانی. بعد از مدتی خانوم فاطمه خردمند، خانوم مسئول نواسانی دستگیر میکنن و در بازجویی ها مدارکی که در اون ساک بوده روی میز بازجو قرار میگیره و از خانوم خردمند میپرسن که اینها چیه، اینها رو کجا میخواستیم بفرستیم. و بعد که از آقای عارف میپرسن، آقای عارف میگه من اینو دارم به اون راننده و دیگه نمیتونم باش تماس بگیرم، نمیدونم چیکار کنم. این دو تا سوال که ایشون جواب بده، اگر واقعا خودش رو وابسته به جایی نمیدونه و اونطوری که میگه در تلویزیون ها میگفته به الان خود شما رو کنه بیاد پاسخ بده. در مورد اون شلاخ خوردنشون که ایشون میگه توهین کردن به آقای احمدی نژاد و آقای احمدی نژاد این داشتون دستی دادن ایشون گرفتن شلاخ دادن، که این عوضه این نیست، پرونده مشخصه به خاطر حشیش بوده. حالا خودشون اینم بیان توضیح بدن که به خاطر چی شلاخ خوردن و کجا توهین کردن و کجا ثبت هست، و اینکه اون یکیش ثبت شده هست، اینکه در مورد مواد مخدر هست ثبت شده هست، ولی در مورد توهین جایی ثبت نشده، اگه ایشون دارن مدرکی بیان ارائه بدن. یکی دیگه آقای به اسم یک روحانی مخالف به اسم آرش هنرور، ایشون مخاطر از کشور خارج بشه، با ایشون تماس میگیره به عنوان اینکه این آدم درستی و آدم ملی هست و مخالف رژیم هست و ایشون تو خانوادهشون در تبریز زندگی میکنن، آقای تیمان آره به این آقا میگن شما برید اونجا، کسانی هستن که شما رو میتونن منتقل کنن به خارج از کشور و برید میرن شب خونه مادر خانم تیمان آره و تو که زود از اونجا بیان بیرون که شما رو میبرن، اون کسی که مسئول این کار هست و نمیدونم پول ازشون گرفتن یا نه اونو نمیدونم، ولی اون کسی که مسئول بوده ببرشون بیرون رو میان و میگن که ساعت صبح زود بیان از خونه بیرون شما رو میبرن. ایشون آقای آرش هنرور وقتی از خونه خانوم مادر آقای تیمان میان بیرون، معمولا به ذات اصطلاحاتشون دستگیر میکنن و هنوز هم در زندان هست. این هم یک سواله که ایشون بیان پاسخ بدن که ایشون خونه مادر ایشون آره چیکار میکردن و چرا دستگیر شدن، آیا این حقیقت داره یا نه. بعد اون مسئله جبهه ملی هم که گفتم که ایشون خودشون رو همه جا عضو جبهه ملی معرفی میکنن، برای آقای عزیز نامه دادن و تکذیب کردن و اصلا هیچ ارتباطی با ما نداره، ولی خب از عکس بزرگمرد تاریخ ایران خودشون مفضل استفاده میکنن، متاسفانه به خاطر کوشش همونطور که گفتم مجاهدین هم از این کار میکنن و پرچم ایران هم میدارن. آقای روحانی نماینده آقا و کسی که 25 سال رئیس انجام رئیس امنیت ملی این روحانیت بوده، ایشون هم اخیراً از سرهنی انتخابات از عکس دکتر مفضل استفاده کرده. آقای شادان رو ببخشید من حرفتون رو قطع میکنم،
در رابطه با مجاهدین صحبت کردیم، احتمالاً اونها هم در حال برگزاری یا آماده شدن برای دوباره همین شامورتی بازی های هر ساله هستن، نه؟ بله بله، اول ژوئیه یه برنامه مفصلی گرفتم و یک سری از ترکیه در عرض از خود مخواست از کشورهای عربی دعوت کردن، از امریکا و جاهای دیگه، یعنی کسانی که بازنشسته شدن و آدم های میشه گفت، حالا این اسم دادم خوب نباشه ولی الان نمیدونم چی، یه سری خائنی که به کشورشون و دنبال پول هستن، اینها رو پیدا کردن دوباره و براشون دعوتنامه فرستادن، حالا چند وقت دیگه اعلام میکنیم، و اینها رو دعوت کردن به گیرفن اطالی به اضافه دوباره کشورهای کمونیستی و دران توی کشورها دارن میچرخن که آدم جمع کنن با اتوبوس بیارن برای اون برنامه. بله، یک ماه دیگه این برنامه رو داریم. مسئله بعدی پنجم که بازیشون باید از این اگر مایل بودن آمدن ایشون به ترکیه، وقتی به ترکیه میرسن در شهر وان ترکیه ایشون مستقر میشن اول، و حتی پول نداشتن که ایشون به آنکارا یا استانبول یا به مرکز ترکیه خودشون رو برسنن، که ادهی کمک کردن، حالا دو نفرشون معروف هستن، حالا اسم نمیارم، پول دارن فرستادن برای ایشون، شناخته شده هستن و یه سری هم دیگه پول دارن تا ایشون تونست خودشون برسونه به آنکارا، و موقعی هم که در آنکارا بوده در خونه چندین نفر مدت ها بوده و وقتی بهش هم زنگ میزدن از ایران میگفته من نمیتونم صحبت کنم، در دانشگاه هستم و دارم سبی کلاس هستم، و چطور شد که یک باره ایشون سر از یکی از محله های تقریبا شیک و گرون قیمت ترکیه در اونجا مستقر شدن و خونه اونجا گرفتن، در این کول از کجا آمد و این خزینه که ایشون کار نمی کنه و همسرشون در ترکیه از کجا تحمیل میشه، خانواده شون هم اینطور نیستن که بتونن برای ایشون پول بده، این تحقیقاتی که شده. مثلا سوال ششم، وقتی که آقای علیرضا دیگدلی که سفیر جمهوری اسلامی بوده و بیشتر سفیر آقای احمدی نژاد، چون خیلی با ایشون دوست و صمیمی هستن با آقای احمدی نژاد، ایشون میخوان از ترکیه برن، آقای شما آقای پیمان عارف در سفارت چه کار میکردید؟ چطور شد شما را دعوت کردن در اونجا؟ که بسیار هم دوست هستید با این سفیر، سفیری که نزدیک آقای احمدی نژاد هست، احمدی نژادی که شما فرمودید به خاطر توهین شلاق، این هم اگر ممکنه توضیح بدید. بعد یک سوال دیگه، شما در ارتباط هستین با یک شخصی که ایشون برادر ایشون حاج باقری نماینده قهبری هستن در سپاه ولی امر و داماد آقای خامنه ای هستن، دختر آقای خامنه ای به اسم خدا رو گرفتن، شما با برادر ایشون و ایشون در تماس هستید، بودید در ایران و الان هم در تماس هستید، شما چه جور آدم ملی و مبارزی هستید با شخص شناخته شده وزارت اطلاعات؟ ایشون یکی از معاونهای وزارت اطلاعات و معاون وزیر هستن، حالا اسمشون اشاره دفعه بس میکن، بگید ارتباطتون با ایشون چی هست و چند جام شما معرفی کردیم که این آقا بازجوی شما بوده به دروغ، برای اینکه یه جاهای صحبت کردید و وقتی پرسیدن گفتین ایشون بازجوی من بوده ولی چون آدم خوبی هست من باهاش در تماس هستم، در صورتی که داماد آقای خامنه‌ای آدم صد درصد آدم خوبی نمیتونه باشه و مخصوصا در رده بالای وزارت اطلاعات. و یک مسئله دیگه هم، شما این رو قبل میگفتم ولی الان میگم، رفته بودید در وزارت امور خارجه استخدام بشید و استخدام نشدید به دلایلی البته، و به شما سه نفر پیشنهاد میکنن که بیایید با وزارت اطلاعات کار کنید، اسم اون سه نفر هست و از اون به بعد شما رو تقریبا آزاد بوده و بعد آمدید توصیه و تماس هایی که دارید مثل همون نوارهایی که
دادید حالا زد کردن در خونه آقای شمس در کار بسیار زشتی، چون خانمشون بیهجاب بوده در چون خانمشون معطله هستن در خونه شخصیشون سیم پایی کردید و برای ساس نیوز برسدید سپاه پاسداران و خبرگزاری اونها. اینا رو اگر ممکنه شما توضیح بدید، اگر هم مایل نبودید تو هیچی، ولی من پاسخهای سوالها رو انشاءالله در برنامه دیگری اعلام میکنم اگر شما پاسخ ندادید. حالا من منتظر این هستم که حتما تهمتهایی خواهید کرد که اگر همچین چیزهایی وجود داشته که شما از این ساعت به بعد بخواهید بگید که مسلمه که درست کردید، به دلیل اینکه اگر هم چیزهایی بوده و من کارهایی کردم حتما قبلش اعلام میکردید، همونطوری که سازمان مجاهدین با این عظمتی که دارن و این پول و افرادی که دارن 8 سال هر به هر جایی ممکن بود رجوع کردن، یه مطلبی راجع به من پیدا کنن، یه چیز خلافی پیدا کنن پخش کنن و نتونستن اون کتاب رو برداشتن چاپ کردن و از پنتاگون نامه چاپ کردن که من معمول وزارت اطلاعات هستم و اون کتاب هم آمدن جمع کردن و دیگه حق انتشار نداره چون همش دروغ بود. شما ممکنه یکم تو صحبت هایی رو کنید، حالا یا میتونید یه پاسخ بدید به اینها اگه مایل بودید و اگر هم نه که دیوش بینندگان و شرمندگان عزیزم خودشون میتونن تشخیص بدن که ایشون چی هست و به چه دلیل این سوال هم دوستان بگید به چه دلیل لبنان انتخاب کردید و کی در بازداشتگاه ترکیه به شما گفتن برید لبنان که ما اونجا شما را محافظت کنیم و بعد بتونیم شما را بیاریمتون به اروپا، تمامی که همونجا محافظت کردن و آوردنتون به یونان. آقا اجازه بدید من این سوال یه بار دیگه بپرسم. دوستان شما اگر با جمهوری اسلامی مخالف باشید حاضر هستید برید لبنان؟ من این سوال از شما بینندگان میکنم. ضمناً این قسمت برنامه شما رو به غیر از این که روی یوتیوب میذارم اون رو هم جدا میکنم برای خودتون میفرستم، اگه خودتون خواستید روی یوتیوب بذارید یا اگه خواستید من روی یوتیوب میذارم با اسم شما که روی فیسبوک هم بتونن پاسخ بدن، هم شما از ایشون دعوت کردین که بیان پاسخ بدن، هم تلویزیون مردم چون اسم ایشون برده شده دعوت میکنم که بیان و جوابگو باشن. و دوستان عزیز شما هم دنبال کنید این برنامه رو هم روی فیسبوک، باز خواهش میکنم از آقای شادرلو پیگیر باشن، من این ویدیو رو بر نمیدارم تا شما بتونید اونجا با دوستان در تماس باشید. من ساکت میشم با شما اگه صحبت دارید بفرمایید. ممنونم از شما. بله دوستانی که الان صحبت ها رو شنیدن خیلی یاد بودن که منتظر بودن بارها به من گفته بودن گفتم نه به خاطر اینکه حالا بیام مطالبی را به آقای سلیمان عارف بگم، البته چرا اینم نباید بحثی کنم که بسیاری خودشون نمیخواستن بگم و من میخواستم خواهش میکنم اینها رو بگیم بشناسن مردم این آقای سلیمان عارف که چی هست و چه ضرر و لطمه ای به اپوزیسیون زده و در ترکیه چقدر جوانها رو اذیت کرده، لو داده، پول ازشون گرفته برای اینکه کارشون رو درست بکنه، یا حتی یکی از دوستان میگفت برای من یک خونه گرفته بودم که این خونه از من 800 لیر در ترکیه پول میگرفت، بعد که من ساخت خونه رو بعد از این مدتی دیدیم قیمتش یا 300 تا بوده یا 500 تا که بقیهش رو ایشون میگرفته و خیلی کارهای اینطوری که البته لازم نیست اینها گفته بشه، کارهایی که ایشون در ترکیه کرده. مهمترینش همین 89 سوالی بود که من از ایشون کردم که ایشون اگر مایل بودم بیان پاسخ بدم، من دیگه صحبتی ندارم و اگر چنانچه پاسخ ندادم من با زده یک برنامه دیگه پاسخ ها رو با اسامی اینها اعلام میکنم و دوستان هم اگر مایل بودن میتونم روی فیسبوک مطلبی دارن یا با ایمیل یا فیسبوک یا تلگرام و اتاق همه اینجا من هستم با همین اسم یا جهان شادانلو یا جهانگیری شادانلو تماس بگیرم، سوالی داشتن بفرمایید در خدمت شما هستم. اگر مطالبی هم راجع به آقای پیمان عارف یا حتی راجع به آقای شمس هیچ فرقی نمی‌کنه که من پرکشتگی نه با آقای عارف دارم نه چنان قفوزت برادری با آقای شمس، ولی نمیتونم در راجع به کسی که چیزی من ندیدم و پیدا نکردم تهمتی به کسی بزنم. نیستم همچین کسی. آقای شمس به عنوان یک مبارز
محترم برای بنده دوست هستم با ایشون، تا انشاءالله چیزی که دوست ندارم این زمانی عکس اینها ثابت بشه. امیدوارم کسانی که اون کلیسی میتونم و صحبت میتونم همیشه همون باشن و عکس این هیچ زمانی ثابت نشه و امیدوارم که آقای ایمان عارف هم دست میگیره و این کارها رو بذارم کنار و بیان جز مبارزین. و حقیقت رو البته بگن، نه اینکه بیان مثل آقای اینا اصلاح طلبای در ایران که سال اول انقلاب تا سال 60 و 67 جنایت میکردن و آدم میکشتن، آدمی هم میشن اصلاح طلب ببینید که گذشته خودشون رو بگن و توبه کنن و از مردم پوزش بخوان. نه، مردم ما مردم بخشنده خوبی هستن، میتونن ببخشن به شرطی که بگن چی بودن، بگن چه کارایی کردن و بخوان بتونن بخوان که جبران میکنن و به فکر میکنن از زیرکت هم مردم ما میتونن. من صحبت دیگه ندارم. اگر شما بسیار ممنونم از شما. بله خیلی ممنون. و دوستان همونجوری که گفتم، شما هم اگر آقای پیمان عارف باش دوست هستید یا باش در ارتباط هستید، هم فیسبوک ایشون رو نشون بدم، هم فیسبوک آقای شادانلو رو باز یه بار دیگه هم نشون میدم، جهان شادانلو، چون اون یکی جهانگیر شادانلو یه مقداری مثل که مشکل داشته برشون و با این من باشون تماس میگیرم، جهان شادانلو، خیلی ساده. و اگرم مشکلی بود میتونید با من مستقیما تماس بگیرید. از شما ممنونم، به امید اینکه ایشون هم حاضر بشن پاسخ بگن تا به اصطلاح سوالات شما جوابی براش داده باشن. مرسی، ممنونم و شب بخیر میگم دوستان. ولی سوالات حتما مال من نبوده، مال خیلی از مردمی بوده که ایشونو میشناختن و کسانی که دارن مبارزه میکنن و ایشون اگر مایل بودن به مردم پاسخ بدن بیان جواب اینها رو بدن. مرسی و شب همگی شب و روزتون خوش. مرسی دوستان عزیز، ممنونم از آقای جهانگیر شادانلو از پاریس. وبسایت یعنی فیسبوک ایشون رو نشون دادم، میتونید باشون مستقیما تماس بگیرید. از ایشون هم خواهش میکنم که زیر اون صفحه فیسبوک خود من سوربی یا مردم تیوی به شما دوستان پاسخ بدن. دوستان اگر روی صفحه فیسبوک مردم تیوی نمیتونید چیزی بنویسید، فکر کنم یکی از شرایط این فیسبوک تو قسمت بیزینسش این باشه که شما باید اونجا دوست باشید. حالا این دوست و دشمنی فیسبوک هم معلوم نشد و جالب بود آقای شادانلو توضیح دادن که من با آقای شمس دوستم تا روزی که به اصطلاح عکسش ثابت بشه. اینجا تو آمریکا هم اینه، میگن همه بیگناه هستن تا به اصطلاح گناه کسی ثابت بشه. ولی گویا آقای پیمان عارف قبلا میخواسته لابد به این دلیل که مشکلی داشته با آقای شمس، آقای شادانلو بیاد و بگه که ایشون مأمور هست. آقای شادانلو میگه من مأمور نیستم و خبر ندارم که کی مأمور هست کی نیست، شما خودت بیا بگو. آقای پیمان عارف اگر شما میخواین بگید که آقای شمس مأمور هستن، بیاین تو تلویزیون مردم، شما میتونید این کار رو انجام بدید. اجازه بدید من تشکر کنم از دوستمون از خلیج فارس که در برنامه هفتمشون درباره عقل از تلویزیون مردم تعریف کردن و گفتن که تلویزیون مردم جایی هست که مخالفین با منم میتونن بیان صحبت کنن، مخالفین با همدیگه هم میتونن بیان صحبت کنن. یک بار دیگه اجازه بدین تشکر کنم از آقای هاتف خواننده خوبمون که فیلمی رو درست کردن به نام مسافر و این فیلم رو من به شما نشون میدم و برنامه رو به این صورت ادامه میدیم که برنامه های کانون آوا، برنامه های آقای ارشاد، برنامه های خود من و دو تا فیلم، یکی فیلم مسافر یا تراولر، یکی دیگه هم چهار اصفهانی در بغداد، این رو بین این برنامه ها میذارم. شما هم میتونید به اصطلاح ویدیوهای خودتون رو از تلویزیون مردم پخش کنید با هزینه خیلی کم. شما هم میتونید ویدیوهای خودتون و برنامه های دیگران رو مجانی از مردمریپورت.com پخش کنید بدون هیچ هزینه ای. مردمریپورت.com اون بالا نوشته خیلی ساده، اگه کسی ویدیویی ساخته باشه روی یوتیوب گذاشته باشه میتونه از اونم استفاده کنه چون خیلی ساده است. و مردم تیوی و صفحه مردم تیوی اینا هم هست با هزینه بسیار کم. بله شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. تلویزیون مردم رو به دیگران معرفی کنید، لحظه‌ای به من فرصت بدید تا سیستم رو عوض کنم، از برنامه زنده بریم به اون کامپیوتری که برنامه‌های بازپخش رو
پخش میکنه. روز روزگار بر شما خوش.